نجات من گردیده است. مزامیر 118:14. آمین. آمین. که خداوند دوران سختی هست به کلیسا آمدم. من مشکوزارم برای کسایی که خداوند از اینستاگرام و از فیسبوک خداوند این برنامه رو میبینن، خداوند تو برکتی بگیرن. آمین. دعای ما برای همه باشد خداوند، برای کشیشمون، برای کلیسا، و ممنون میشکوزاریم چون همه اینا رو در نام عیسی مسیح طلبیدیم و با ایمان دریافت میکنیم. آمین. 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 استاد دانشگاهی روی تخت سه رقم مینویسه و رو میکنه به دانشجوهای خودش، میگه این رو حل کنید. تعدادی از دانشجوها جمع میکنن این ارقام رو، میگن اینه، میگه تعدادی ضرب میکنن، میگه اینه، میگه تعدادی تفریق میکنن، میگه نه، تعدادی تقسیم میکنه، میگه نه، تعدادی میان میگن این عدد تساوی هست که رقم بعدیش این میشه، و هر کسی نسبت به اون دانش آگاهی خودش میاد یک موقعیتی رو نسبت اون سه رقم میگه. استاد رو میکنه میگه همه شما اشتباه کردید و اشتباه شما این هستش که نپرسیدید مسئله چیه. در جهانی به سر میبریم که شاهد شکست‌های زندگی برای خودمون هستیم، شکست‌های زندگی برای دیگران هستیم، شاهد افسردگی‌ها هستیم، شاهد بر این هستیم که توی دنیا چقدر جدایی ها به وجود میاد بین خواهران، برادران، والدین، فرزندان، چقدر طلاق ها ایجاد میشه، قطع و جنایت ها، خودکشی ها، خودزنی ها، جنگ و دشمنی ها، و بدون اینکه کنجکاو به دلیل اصلی که میتواند سوال بنیادی را مطرح کند، ما نیز
متاسفانه دور میشینیم و مجال این رو نمیدیم که یک سوال مناسب بتونه رفع مشکل ما رو بکنه. تنها با دلایل متقاعد کننده فکر و احساس خودمون و توضیح و توجیهات خودمون سعی میکنیم جوابی رو داده باشیم. اما ایوب در مرکز درد و رنج خود سوال حیات بخشی رو اعلام میکنه. در کتاب ایوب باب 17 11 الی 16 میخونیم که اعلام میکنه: عمر من به پایان رسیده است. تمام، سند رو امضا کرد، وصیت رو کرد، مهر رو زد، تمام شد. گاهی ما از این کارا میکنیم یا نه؟ اشتباه میکنیم. به عنوان فرزند خدا، به عنوان کسی که خدا رو میشناسیم، اشتباه میکنیم. چیزی رو که خدا تموم نکرده ما زود تموم میکنیم. تمومش نکن. هیچی رو تموم نکن. منم از این کارا کردم. نباید زودتر از اون چیزی که خدا میخواد تمومش کنیم. عمر من به پایان رسیده است و آرزوهایم همه نقشه براب شده اند. تمام رویاهاش رو میبینه که از بین رفته. تمام آنچه که نسبت فرزندانش بوده، همسرش بوده، همه رو باطل میبینه. دوستانم میگوین از پی شام تاریک روز روشن میآید. اما خودم میدانم که من همیشه در تاریکی باقی خواهم. حتی اگر دوستانش رو دلداری دادن، اونقدر غرق این شرایط سختش شده که نمیخواد حتی اون ضرب المثل ها رو، حتی تجربیات دیگران رو بهش توجه کنه. یگانه آرزوی من این است که به دنیای مردگان بروم و آنجا خانه ابدی من باشد. یعنی کاملا مرگ رو همچون پتوی خواب برای خودش گویا گرفته که بره زیرش راحت باشه. متاسفانه وقتی که انسان ها به اون نهایت درد و رنجشون میرسن، آرزو میکنن قلبن ای کاش بمیرن تموم میشه دیگه، حالا هرچی میخواد بشه. حتی بعضی ها میگن کاش که من تو جهنم بودم الان، اما زنده نبودم. حالا الانش هم تو جهنمه، ولی میگه کاش تو الان جهنم، اون جهنم از این بدتره، ولی میگه کاش تو اون جهنم بودم. و ادامه میده: گور را پدر و کرمی را که مرا میخورد مادر و خواهر خود را خواهر خود خواهم خواند. امید من کجاست؟ واو، این اون سواله. درسته، میگه امید من کجاست؟ آنچه که نبودنش باعث پذیرش رنج ها و شکست ها شده، پذیرش بدی ها شده، غم ها شده. و نیز ادامه میده باز: چه کسی آن را برایم پیدا می کند؟ اینم سوال بعدی، سوال بهترین سوال هستش. توی سختی هامون، توی رنج هامون، به جای عذر می خوام غر زدن، شکوه و شکایت، بگرد ببین امید تو کجا گذاشتی؟ کجا بوده امیدت؟ می خوام سوال کنم، شما وقتی تو سختی و مشکلات هستید، امیدتون از کجا پیدا می کنید؟ بگید. در حضور خدا دیگه، او رو میپرستیم، نام او رو دیگه. امروز یکیتون اشاره کردیم، امروز بعد فریدون اشاره کرد، گفت کلیسا، گفت کلیسا امیده. کلیسا کلام خدا، شنیدن موعظه ها، شنیدن پرستش در حضور خدا باید پیدا کنی. ایوب داره دنبالش میگرده و اعلام میکنه: چه کسی آن را برایم پیدا میکند؟ و با هم یک جا خاک نمی شویم. واو، میگه اون کسی که این امید رو به من میده هرگز نمی میره. خود امید هرگز نمی میره، چون آن قدرت احیا کننده هرگز از بین نخواهد رفت. که کیه؟ خداوند ما هستش. نظامی اعلام میکنه: کاری که از او امید داری باشد سبب امیدواری. تو هر کاری، تو هر کاری، حتی میگی امید من بر فرض من خدا رو قبول ندارم، ولی یه امیدی داری در قلبت که این کار انجام میشه. سرچشمه فکر و احساست رو پیروزی میبینی، شکست نمیبینی. نظامی داره میگه انجام میشه. چقدر بیشتر ما که به خدا این ایمان رو داریم. آیا به رحمت و محبت او در زمان غیر ممکن ها ایمان داریم؟ اگر با خدا در رابطه باشیم،
او رو خوب خواهیم شناخت و هر غیر ممکن رو میدونیم که به توسط خداوندمون ممکن خواهد شد. در باز در مزمور 147 11 نویسنده اعلام میکنه رضامندی خداوند از ترسندگان وی است، از کسایی که اونو میشناسن، رابطه دارن. به طور خاص در این دوران کرونا هوشیار باشیم عزیزان. هرگز 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 قصد ندارم بار سرزنش براتون بیاد، اما خواهشم این هست چقدر وقت میدیم به خدا برای شناخت او، چقدر با اون رابطه داریم. من کلیسا رو نمیذارم به مسئله رابطه. عزیزان کلیسا ما میاییم که تعلیم بگیریم، کلیسا میاییم مشارکت داشته باشیم، کلیسا میاییم از همدیگه بنا بشیم. در حضور خدا چقدر وقت میذاریم؟ رازگاهانمون در چه حاله؟ امروز چقدر کلام رو خوندیم؟ در طول هفته چند باب از کلام رو میخونیم؟ ثواب نداره، بلکه سلامتی میده، سلامتی روح، افکار، احساس و همین امید ما میشه. رضامندی خداوند از ترسندگان وی است و از آنانی که به رحمت وی امیدوارند. چرا که خدا رو وقتی میشناسن رحمت او رو لمس میکنن، احساس میکنن، فیض او رو احساس میکنن. حتما برای همه ما به وجود اومده. من میدونم همه ما این تجربه رو داشتیم که توی مشکل و سختی بودی اما نمیدونید چرا تو دلت یه شادیه. این گونه بودید یا نبودید؟ من بارها شدم، هیچ دلیل نداشتم. حتی نزدیکان من به من گفتن آخه دیگه میخواد چی کار کنید؟ من تو دلم یه امیدی هست، یه شادی هست. این کار روح القدسه، کار خداوند هست که این امید رو در دل ما قرار میده. و باز شاعر میگه خدایا رحمتت دریای عام است، تمام جاها رو میگیره، ز لطفت قطره ای ما را تمام است. وقتی در حضور او هستیم، وقتی به رحمت او ایمان داریم، مطمئن هستیم که خداوند ما رو برکت میده. پس بنابراین همون گونه که تاریکی نشانه عدم نور می باشد و سرما نشانه عدم گرما می باشد، مطابق قانون فیزیک عرض می کنم خدمتتون، پذیرش هر شکستی و هر رنجی نشانه عدم امید می باشد. اما نه امید واهی و نه امید لحظه‌ای، بلکه امید حقیقی که جاودان است و از طرف خداوند می باشد، از اون نشأت می گیره. بازم مطابق مزمور 62 5 الی 7 که داوود پادشاه اعلام میکنه ای جان من فقط برای خدا خاموش شو، نه برای ترسات، نه برای تنهایی هات، نه برای نگرانی هات، نه برای شکستات، حتی نه به خاطر اینکه مریض شدی دکترها جواب کردن، نه به خاطر اینها خاموش نشو، چون خدای تو زنده است. ایوب گفت امید با من نمیمیره، پیش من نمیاد، با من به قبر نخواهد آمد. من فقط برای خداوند من فقط برای خدا خاموش شو. عذر میخوام ای جان من فقط برای خدا خاموش شو، زیرا که امید من از وی هست، یعنی از وعده های خداست، وعده هایی که به یاد میاره از کلام خداوند، وعده هایی که از دیگران شنیده. بازم یکی از دلایل این که ما خوبه که در مشارکت باشیم با همدیگه این هست که از گواهی های همدیگه بنا بشیم. هفته گذشته، دو هفته گذشته یه عزیزی برای من پیام گذاشته بود، هنوز البته به خودش نگفتم، اگر گوش کنه متوجه میشه، اسمشو نمیگم شاید میل به این نداشته باشه عنوان بشه. ایشون برای من یه پیامی گذاشته بود که بعد رسول من رفتم برای کلیسا دعا کردم، برای اعضای کلیسا دعا کردم، ولی وقتی برای شما دعا کردم یک باره یه روح مخصوص رو در وجودم احساس کردم و خدا با قلبم صحبت کرد از تو راضی هستم و خوشنود هستم، یعنی از بعد رسول. و شروع کردم گریه کردن و شروع کردم برای دعا کردم. من دقیقا همون روز صبح از خدا خواستم، گفتم خداوند ما الان موقعیت خدمتیمون عوض شد، خدمتمون توی خونه هست، برای من تلویزیونی هست، با تلفن‌ها هستیم، متفاوت شده، برنامه‌های کلیساییمون کمتر شده، هرچند خدا این غیرت رو به رهبران کلیسا داده که در کنار من هستن حمایت میکنن، به شما عزیزان داده کنار هم هستیم، هممون یک بدن هستیم و کلیسا رو توی این شرایط سخت داریم ادامه میدیم. اما رضایت قلبی من این نبود که حالا خدا توی این وضعیت از ما راضیه،
نمیخوام بگم بی گناهم، هرگز هرگز، شاید هیچ روزی نیاد که من گناه نکنم. این رو میگم که فکر نکنید که خود ستایی میکنم. اما وقتی که این پیام رو از خواهرم شنیدم دلم شاد شد. پیام خدا رو تو میتونی از خواهر و برادرت بشنوی؟ مگه غیر از این هست کلام خدا میگه روح خود را میریزم تا دختران و پسران کی؟ خدا نبوت کنن. و نبوت برای چی میاد؟ یه نفر بگه، برای بنا میاد، برای امید میاد، که امید به ما بده، وجود ما رو شاد کنه. و واقعا این خواهر وجود من رو شاد کرد. متاسفانه هنوز نرسیدم جوابش رو بدم. تکست با هم صحبت کردیم ولی میخوام با خودش صحبت کنم که باعث برکت برای من شد. پس این هوشیاری رو داشته باشیم عزیزان، که میتونیم حتی در کنار خواهر و برادرامون امیدی رو بگیریم. و نیز ادامه میده، او تنها صخره و نجات من است، مطابق متی 12:21 مسیح امیده همه ملت هاست. آمین. و در عهد عتیق ما میخوانیم که اعلام میکنیم یهوه امید ملت هاست و امید قوم اسرائیل هست. و ادامه میده، و قلعه بلند من تا جنبش نخورم، یعنی لغزش نخورم، ناامید نشم، خسته خاطر نشم، میگم آه خدا کجایی، مسیح کجایی. این روزا چه بسا خیلی از خدا دوستان این حرفا رو میزنن. امیدوارم ایمانداران مسیح حرفا رو نزنن. اگر میزنن علتش اینه که رابطه ضعیف شده، باید هوشیار باشن. ولی خیلی از خدا دوستان میگن خدای کجایی، این شرط سخت اقتصادی، این قصه کرونا، ما خسته شدیم. و حقیقتا هم خسته شدیم، حقیقتا جهان نسبت به موقعیت امید بسیار ضعیف شده، تضعیف شده. تا جنبش نخورم، بر خداست نجات و جلال من، صخره قوت من، پناه من در خداست، ای قوم همه وقت بر او توکل کنید. یعنی در هر شرایطی، موقعی که داری، موقعی که نداری، موقعی که سالمی، موقعی که سالم نیستی، همون گونه که در پیوند مسیحی ما برای عزیزان میخوانیم، در دارایی، در نداری، در سلامتی، در بیماری، در هر شرایطی به تو وفادار خواهم بود. این رو کی میگه؟ زن به مرد میگه، و مرد به زن میگه جانم رو میدم در هر شرایطی، جانم رو، مطابق کلام خداوند نیست اعلام میکنیم. پس ما نیز در حضور خداوند این گونه باید باشیم. در هر شرایط فراموش نکنیم وضعیت خوبه، خدا رو شکر سلامتی هست، خدا رو شکر پول کلان هست، همه چیز خوبه دیگه، ما نه به کاری به کلیسا داریم، نه به کلام نگاه میکنیم، نه پرستش میکنیم. این همون زمانی هستش که شریر به دنبال این هست یه دام جلو پات بذاره یا جلو پای من بذاره، که اون موقع به مثل ایوب بگم کیه که به من امید بده؟ امید من کجاست؟ امید تو کجا بود رهاش کردی؟ امید تو یه زمانی تو کلام خدا بود، یه زمانی تو کلیسا بود، یه زمانی یک ایماندار خوب بود، یک شبانت بود، بهش زنگ میزدی، باهات صحبت میکرد. دوران قرنطینه چرا ایمان تو قرنطینه قرار دادی؟ و این هوشیاری رو باید داشته باشی. و دلهای خود را به حضور وی بریزید، زیرا خدا ملجای ماست، نجات دهنده ماست. چشم ما رو عوض میکنه، نگاه ما رو عوض میکنه، چشمنداز ما رو عوض میکنه. آیا قبل از اینکه ما به مسیح ایمان بیاوریم میرفتیم توی امامزاده یا از اون باور خودمون چیزی رو میخواستیم توی نماز و وعوه چی میگفتیم؟ ایشالله خدا بده، ماشالله خدا داده. غیر از این بود؟ هیچ موقعی نبود که ایمان دارم خدا میده. چشمنداز ما مسیحی ها این گونه هست، وقتی برای یک مریض دعا میکنیم ما ایمان داریم که خداوند عمل میکنه، و به عمل خدا نیز ما این باور رو داریم. هاتف میگه چشم دل باز کن که جان بینی، چشم روحت رو باز کن در حضور خدا، آنچه نادیدنیست، برای اونهایی که ادعا دارن خدا دوستن، آنچه را که نادیدنیست آن بینی، چشمنداز پیروزی ها و موفقیت ها تو ببین. از این رو تمام برگزیدگان خدا، چه به عنوان پیامبران، انبیا، رسولان، حتی من و شما میدونیم که ما برگزیده هستیم. آمین. میتونم صدای بلند رو بشنوم؟ آمین. که ما برگزیدگان خدا هستیم، همه برگزیدگان خدا، که همچنین ما
برای امید و تسلی فرا خوانده شدیم، چون پیام برگزیدگان خدا پیام خود خداست. پس من از خودم نمیگم، یعنی اگر شما ببینید شخصی که دل شکسته است به هر علتی، دل شکستگی فقط این نیستش که نرید اون جایی که همسرش اذیتش کرده، نه بابا، طرف دلش میشکنه یه دولتی مثلا برفرض مثال مثل دولت آمریکا نسبت به مهاجرین الان خیلی ضعیف عمل میکنه و این خوب نیست، یا دولت ترکیه شنیدم الان با پناهندگان داره خیلی باعث آزار اونها شده، این خوب نیست، مردم بلا تکلیف هستن، دلش شکسته، ما کاری نمیتونیم بکنیم. یه دعا میتونی براش بکنی؟ دعا کن، حالا با امید خدا ببینیم این میره اون میاد خوب میشه، این بره اون بیاد شادم خوب نشد، چه حرفی ما میزنی؟ دعا کن براش، دعا کن، چرا که خدا به تو قدرت اینو داده که اون آروم بشه. من نمیگم دعای تو حتما باعث میشه که اون همون موقع اقامت بگیره، فردا بیاد بگه من اقامت گرفتم، مرسی از دعایی که کردی، نه، ولی دعا کن آروم بشه، چون ما خوانده شدیم مانند مسیح که در انجیل لوقا 4:17-18 اعلام میکنه من برای شکست دلان اومدم، اسیران اومدم، رنج دیدگان اومدم، من و تو هم برای اونها اومدیم، من و تو هم انتخاب خدا هستیم. به خاطر همین جایگاه خودمون رو بدونیم. در کتاب ارمیا 29:11-12 میخونیم که اعلام میکنه خداوند میگوید فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی میباشد، تسلی، آرومت میکنه، تو رو متقاعد فکر پریشان دیگه نمیکنه، متقاعد حرفای دیگه که باعث سردید شده، رادیو، تلویزیون، فیسبوک، دوست، رفیق، هر کی نمیکنه. و نه بدی تا شما را در آخرت امید بخشم، امیدی که از الان هست برای این تمام نیازهات تا رستگاریت، تا رستگاریت، چون هرگز نمیمیره. مرا خواهید خواند و آمده نزد من تضرع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود. این وعده خدا هست. پس خورشید همیشه جاودانی که دلیل حیات ما میباشد، امید حقیقی هست که به ما انتقال شده و ما باید اون رو به توسط روح القدس به دیگران نیز انتقال کنیم. برعکس این اگر عمل کنیم، هم باعث آزار و رنج خودمون هستیم و هم هلاکت رو اجازه میدیم شیطان به دیگران برسونه. چرا که امروز ما امید این مردم جهان هستیم. این رو نمیگم به عنوان این که مغرور بشیم، خیر، این رو بگم که اقتدار رو در مسیح پیدا کنیم که قدرت و قوت خدا در ماست. اگر در ما نباشه در کیه؟ در آخونداست؟ در داعشی هاست؟ در سیاست مداران توی دنیا هستش که به فکر منافع خودشون هستن؟ در اون فکر و اون اندیشه به اصطلاح دانشمندان چینی هستش که ویروسی به نام کرونا رو برمی‌دارن کشف می‌کنن و باعث درد و رنج میشن؟ اقتدار در ماست. اگر ما عمل نکنیم شیطان در فرزندانش عمل میکنه. میخوام به غیرتتون بیارم که خبر خوش نجات رو بدید، برای مردم دعا کنید، بسنده به زندگی خودتون نکنید، بسنده فقط به یک کلیسا نکنید، به کلام و دعا نکنید، در بین مردم برید، حرکت کنید، با مردم صحبت کنید و باعث نجات اونها بشید. در کتاب ارمیا 17:13 میخونیم که اعلام میکنه ای خداوند که امید اسرائیل هستی، امید فرزندان خودت هستی و ما امروز اسرائیلی هستیم، آمین، ما امروز اسرائیلی هستیم، شاهزاده فرزندان خدا هستیم، همگانی که تو را تک نمایند خجل خواهند شد. هر کسی، چه کسایی؟ نمیتونیم بگیم کسایی که هنوز مسیح ایمان نیاوردن، خیلی، تمام کسایی که حتی ایماندارانی که ایمان آورده اومده اینجا تعمید گرفته رفته دنبال دده، رفته دنبال دده تا چی بگیره؟ قاقا بگیره، قاقا لیلی بگیره. یه جو که قدیمی بود من الان تو ذهنم رسید، پیرمردی که عمر طولانی کرده بود هر بار که اسرائیل میومد جونشو بگیره یه جوری فرار میکرد، تا اینکه یه روز دیگه ولش نمیکنه اسرائیل، میره تو این کوچه پس کوچه ها، این میره تو یه دونه از این کودکستان ها بیبی سیترها، بعد که میره اونجا دفعه میگه من، بعد میگه میخواد جونشو بگیره، میگه من بچه هستم، من الان اومدم اینجا دارم بازی میکنم، میگه بیا بریم میخوام ببرم کوچولو دده، مواظب باشیم.
موقعش که بشه اسرائیل ما رو میبره دده. پس نمیتونیم بگیم تموم میشه این قصه ما همیشه. ای خداوند که امید اسرائیل هستی، همگانی که تو را ترک نمایند خجل خواهند شد. آنانی که از من منحرف شوند در زمین مکتوب خواهند شد. تعارف نداره، داره به اسرائیل میگه، امروز به فرزندان خدا میگه، کلام خدا میگه تو مرا رها کنی، من تو را رها نمی کنم. این قلب خداست، این ذات خداست. اما این بر این نیستش که وقتی که من خودم رو تو دام گناه گرفتار کردم و دارم با ملکوت خدا بازی میکنم بگم نه بالاخره من همه گناهی میکنم، خدا میاد من رو میذاره توی ملکوت خودش. خیر، انقدر مواظب باشیم، این خوشخیالیه، هوشیار باشیم. این گونه نمیتونیم در برابر ملکوت خدا بایستیم. چون که خداوند که چشمه آب حیات است ترکم نمودند. منظره بذارید من این قسمت دوباره بخونم. آنانی که از من منحرف شدند میشوند در زمین ملکوت، در زمین ملکوت خواهند شد. چون که خداوند را که چشمه آب حیات است ترک نمودند. دلیل امید است، چون که خدایی که به توسط کلامش به ما این امید رو میده، خدایی که در حضورش ما این امید رو میتونیم داشته باشیم، متاسفانه اون انسان ها ترک میکنند و چون در جایگاه درست نمیتونن قرار بگیرند، اولویت زندگیشون نیازهای زمینیشون میشه، فراموش میکنن اولویت زندگی ما کیه؟ خداوند هستش. کلام خداوند داره به درستی میگه وقتی من تعمید میگیرم یعنی رسول مرد، اون رسول اعمال گذشتش مرد، و وقتی که از تعمید میام از آب بلند میشم، من در مسیح هستم، من مال مسیح هستم. پس تمرکز کامل من میباید خود خدا باشه، و اگر خدا نباشه اینو بدونم، بازم به تارگت نمیزنم. به تارگت نزدم یعنی چی؟ یعنی گناه کردم. گناه یعنی نزدن به تارگت دیگه، به هدف. پس گناه کردم. دو نفر که علاقه داشتم به اینکه بتوانن عنوان افراد برجسته تیر و کمان بشن، میرم پیش استادی که کارش این بوده که تعلیم میداده تیراندازی رو با کمان، و میگن ما اومدیم اینجا که از ما تست بگیری، اگه آماده هستیم به ما شما یاد بدید. میگه باشه، پس من این تست رو از شما میگیرم. اولی صدا میکنه، میگه دردشون رو صدا میکنه، میگه یه شاخه هست فلانجا میبینید؟ میگن بله. میگه خب هدف اون هست برای زدن. به اولی میگه بیا اینجا. میگه چی؟ میگه به من بگو الان تو این مسیری که میخوای اون شاخه رو بزنی چی میبینی؟ میگه آسمان رو میبینم، ابرا رو میبینم، درخت ها رو میبینم، اون چشمه رو میبینم، برفرض اون گوسفندایی که اونجا هستن دارم میچرم، میرن چند نفر آدم میبینم. میگه باش. میره به دومی، میگه تو چی میبینی؟ میگه چی؟ من فقط شاخه رو میبینم. به اون اولی میگه برو. به دومی میگه باش. اگر میخوایم پیروز باشیم تمرکزمون رو به خدا بدیم، و خداست که اونجایی که من و شما تصور میکنیم میباید تمرکزمون باشه، خداوند اونجا تمرکز درست خواهد شد برای زندگی ما، و خدا هستش که به داد ما میرسه. و اونجایی که اینک ما این افتخار رو داریم که کتاب مقدس مثل گذشته تومار نیست تو دست ما، که ما بگیم توماره. حالا چقدر تومار باید ما تو خونه داشته باشیم؟ چگونه اصلا بتونیم درک کنیم این تومارها رو؟ بلکه کلام خدا در یک کتاب مقدس مرقوم شده برای ما، و ما به راحتی به اون میتونیم دسترسی داشته باشیم، و همون نیز دلیلی خواهد بود که وقتی میخونیم این کلام خدا رو، ما رو از آشفتگی، از سختی ها، از مشکلات رهایی خواهد داد. مطابق کتاب ارمیا 15:16 که اعلام میکنه سخنان تو یافت شد. ارمیا اون موقع مثل من و شما یک کتاب مقدس نداشته، همونطور که از که هم تومارها بوده، ولی وقتی کلام خداوند رو دریافت میکنه اینگونه میگه سخنان تو یافت شد و آنها را خوردم. نمیگه خوندم، میگه آنها را خوردم. در کتاب نهمیا 8:8 میگه قوم اسرائیل بلند
کلام خدا رو میخوندن و عمیق بودن نسبت به کلام خدا، طوری که تفسیر میکردن. اکثر معلمین کتاب مقدس، علت این که معلمین کتاب مقدس شدن، توتیواری نخوندن کلام رو، عمیق خوندن و روح القدس براشون باز کرده، مکشوف کرده، و چون توانستن آنچرا که روح القدس مکشوف کنه برای دیگران بگن، دیدن چقدر خوب فلانی از کلام میگه، حتما خوبه ما دانشگاه الهی بریم، الهیات بریم، حتما خوبه که ادبیات مسیحیمون رو تقویت کنیم. اما در طول تاریخ ما معلمین بسیار برجسته کتاب مقدس داشتیم که اینا اصلا دانشگاه نرفتن، دانشگاهشون گوشه خونهشون بوده با روح القدس و یک کتاب. از این رو تشویقتون میکنم، لطفا کلام رو عمیق بخونید و این فضا رو بدیم به روح القدس، این اجازه رو باید بدیم به روح القدس تا روح القدس برای ما اون کلام رو تفسیر کنه، تا دلیل امید ما بشه. سخنان تو یاف شد و آنها را خوردم و کلام تو شادی و ابتهاج دل من گردید. پس وقتی که من امیدم از کلام خدا میاد، شادی در زندگی من میاد. خیلی موقع ها ما میگیم ما شاد نیستیم، حد اقلش دلیلش اینه که شما کلام رو قوی و خوب نمیخونی. خوب بخون. از این رو هستش که پولس رسول خودش توی زندان هست، چرا توی زندان میگه شاد باشید؟ بازم میگویم شاد باشید، اما منظورش چیه؟ میگه در خداوند، در کلام خدا منظورش هست، نه که حالا ما خدا رو پیدا کنیم بریم دروش ببینیم ما شاد بشیم، یا حتما بگیم روح خدا اونقدر بریز من شاد بشم. در کلام خداست، حتما روح القدس به ما شادی میده، تسلی میده. اما من کلام خدا رو چگونه میخونم؟ آیا احترام میذارم به کلام خدا؟ آیا عهدهایی که با خداوند بستم، خدایا من رازگاهان میخوام با تو داشته باشم، هر روز صبح میخوام به تو خداوند از کلام تو برکت بگیرم، یه روز دو روز بعد یه کم رنگ و یه روز یکی فلانی زنگ میزنه، یه روز یه اخباری رو میخوای بشنوی، یه روز کاری برات پیش میاد، تموم شد رفت به کارش. پس میبینی این امید نیست. حتی در زندگیت شاید حتی دلیلی تو نداری نسبت به مشکلات، بعد تو بگی اصلا من مشکلی دارم، اما امیدی در دلت نیست، اون شادی نیستش، اون خوشی نیست، ابتهاج نیستش که داره کلام خدا میگه و اعلام میکنه، زیرا که به نام تو ای یهوه خدای سبایوت نامیده شدم، برگزیده شدم، همان گونه که ما برگزیده شدیم. اعلام کن من برگزیده خدا هستم، اعلام کن، بلند اعلام کن من برگزیده خدا هستم، چون خدا تو رو برگزیده. ولی شریر میاد میگه تو لایق نیستی، شایسته نیستی، و خیلی موقع خودت هم میگی ای بابا ما کی هستیم، ما چی هستیم، میگی من مثل کشیش رسولم، مثل فلانی هستم. نه، خدا من یه کار و یه موقعیت دیگه ای داده که من تو اون قسمت ها باید خودم رو، اما نه، کلام خدا میگه همون گونه که خوندیم، یهوه خدای سبایوت من رو برگزیده، من مال اون هستم، اون من رو نامیده، نام او بر من هستش. مطابق خروج 14:14 اعلام میکنه تو نجنگ برای سختیت، نجنگ برای مشکلت، نجنگ برای رنجت، نجنگ برای سوء تفاهمات، نجنگ برای تمام چیزهایی که امروز تو را آشفته کرده، بگذار خدا برای تو بجنگه. این به تو امید نمیده؟ به تو امید میده، چون تا زمانی که من و تو میجنگیم خراب میکنیم همه چیزو، ولی وقتی که میسپنیم تو دست خدا ببینید تموم شد. اصلا ما دیگه توی اون جاده نیستیم اینقدر ناراحت باشیم، ما داریم توی پیاده رو آروم میریم، بعد میبینیم یه دست گرمم تو دست ماست و اونم دست خداست. چرا تو من و تو باید بجنگیم وقتی که امید ما خدا هستش؟ همان گونه که هر شیء تحت پوشش نور میدرخشد، برگزیدگان خدا و مشتاقان حضور او به کلام و روح او که مایل هستن خواهند درخشید. و نیز شخصیت های پر امید و مثبت و شاد و پرنشاد خواهند بود، و این نیز موهبت الهی هست که خدا به آنان داده تا این نصیب مخاطبین بشه، همکارات، خانوادت، همسایت، که وقتی تو رو میبینن لذت ببرن. من اکثر آمریکایی رو که میبینم، حتی در هر سنی هستن توی خیابون، همین که میبینم استقبال اینها رو میبینم، یه لبخند میزنن و یه سلام علیک میکنن.
حتی اگه سنشون یه خود بالا باشه که حوصله‌شون بیشتره، اصلا میخوام با ساعت‌ها صحبت کنم. و چه نشاطی رو شما در اینها میبینید؟ نمیخوام هرگز از قوم و ملتی بد بگم، هرگز هرگز، ولی بعضی موقع ما متعجب میشیم به یکی هم میگیم توی خیابون سلام اینجورید، تعجب میکنه، خواهد فرار کنه بره، چی شدی سلام کردن؟ و واقعا مشخص روح اونها اسیر شده که نمیتونن یه رابطه رو ایجاد کنن و با یک رابطه خوب قدم بردارن به جایگاهی که میتونه درست باشه برای اونها. و زمانی که ما این امید رو داریم، امید حقیقی رو داریم، حتی نه تنها میتونیم با فیض خدا رفع مشکلات کنیم، ما خلاقیت تازه‌ای رو نسبت به موقعیت زندگیمون پیدا خواهیم کرد، که این نیز برای من و تو که به عنوان فرزند خدا هستیم هدیه است از طرف خداوند. یک برای یک بار این ذهنیت تو پر میشه از یک موقعیتی که میگی امروز این کارو میکنم، برای این مشکلم این کارو انجام میدم، و میبینی دلیل اون نیز باعث پیروزیت خواهد شد. مولوی اعلام میکنه نومید نمیشود دل عاشق مست، هر دم برسد به هر چه همت در دست. هر همتی که ایجاد میشه چون امید داری انجام میدی، هر اتفاقی که میفته چون امید داری ناامید نیستی، خسته خاطر نمیشی، داد نمیزنی، فریاد نمیزنیم، غر نمیزنیم، و ایمان داریم که درست خواهد شد آنچه را که برای ما نیکوست. مزمور 119 73 الی 74 اعلام میکنه دستهای تو مرا ساخته و آفریده است، مرا فهیم گردان. پس میگه خداوند انتظارشه. از خدا ما چه انتظاری داریم؟ اگر ایمان داریم خدا خالق ما هست، پس انتظار ما یعنی امید ما به خدا بسیار خواهد شد. دستهای تو مرا ساخته و آفریده است، مرا فهیم گردان تا اوامر تو را بیاموزم، درک کنم پیشنهادهای تو رو خداوندا، کلام تو رو خداوندا، من درک درستی داشته باشم. ترسندگان تو، اونهایی که تو رو میشناسن، چون مرا ببینن شادمان گردن. چرا شادمان میشن؟ آیا شخصی که پریشان حال هست، آیا شخصی غر میزنه، همش ناامیده، همش شما وقتی میبینی حتی به عنوان یک مسیحی تا بهش میرسی میگی برادر خواهر چطوری خوب، بابا بلم کن، این چه مملکتیه، اون چه اینجوریه، بچم اینجوریه، اون موقعیت ها... شما چه امیدی رو داری انتقال میدی، چه شادی رو انتقال میدی؟ و من و شما به عنوان فرزند خدا اگر نور امید در قلب ما هست، بیان ما پر از امیده. حتی اقل با کلمه خدا شکر شروع میشه. حتی اینو عرض میکنم مطابق کلام خدا، وقتی که شما میخواد یک شخصی رو توبیخ کنید، کلام خدا میگه اول تشویقش کن. ولی ما بعضی موقع ما میبینیم یه نفر میخواد یه کار خوبی هم انجام بده تو کارمون، تو زندگیمون، به جای که تشویقش کنیم میذاریم تو سرش، آه بابا نکن این کارو، ول کن، ارزش نداره، اصلا برای کی این کارو میکنی، برای چی این کارو میکنی، این مردم ارزش ندارن، بابا برو زندگی تو بکن. به عنوان یه فرزند خدا داریم پندای ناامیدی میدیم متاسفانه به دیگران. و اعلام میکنه تو چون مرا ترسندگان تو چون مرا ببینن شادمان گردن، زیرا به کلام تو امیدوار هستن. این امیدو دارن و مجال هرگز ناامیدی رو نخواهد داد. شاعری نیز اعلام میکنه هرگز شب را باور نکردم، چرا که در فراسوی دهلیزش به امید دریچه دل بسته بودم. یک روزنه دیدم به همون من دل بستم. ما که امروز روزنه نیست، دروازه عشق خداوند برای ما کاملا باز هست. به عنوان یک شخصی که برگزیده خدا هستی، خدا از تو انتظار داره. یعنی چی؟ یعنی من و تو هم امید خدا شدیم. خدا امید ماست، ما هم امید خدا هستیم تا خبر خوش نجات رو با اعمالمون، با رفتارمون، با پولمون، با استعدادمون، با هر آنچه که میتونیم، با وقتمون برسونیم و شریک و همکار خدا باشیم. همه یونس و نبی رو میشناسیم، بله؟ همه میشناسیم. یه جوری گفت بله من فکرم نمیشناسیم. آهنگر یونس رو نمیگم، یونس نبی رو، بله. یونس نبی برگزیده خدا بود. وقتی خداوند یونس نبی رو صدا میزنه که بره نینوا که در گناه بودن
مردم نینوا که آشوریان اون زمان بودن بره بشارت بده، یونس نبی قبول نمی کنه، نمی پذیره، به خاطر اینکه می دید بت پرستی اونها رو، می دید اعمال و رفتار گناهالود اونها رو، ولی داشت به جای خدا قضاوت میکرد و داوری میکرد. از این رو بود که فرار میکنه از دست خداوند و به ترشیش میره، با کش سوار کشتی میشه و اونقدر از کار خودش اعتماد داشته که اونها لایق نجات نیستن، نباید اونها نجات پیدا کنن، با اینکه 120 هزار نفر بودن، بیش از 120 هزار نفر بودن. این موقعیت تاریخی برمیگرده به 2750 سال پیش، یعنی حدود 750 سال قبل از تولد عیسی مسیح بوده. اونقدر اعتماد داشته که توی کشتی که طوفان شده بوده و اون طوفان علتش این بوده که خدا اجازه داده بوده بشه، آرامش خوابیده بوده. بت پرستا از ناخدا و خدمه کشتی همگی داشتن دعا میکردن، اونهایی که خدایان داشتن دعا میکردن، ولی آقای یونسی که یهوه خداش بوده خوابیده بود. اونا قوره میدازن ببینن این دلیل چیه، کی اینجا گناه کرده، و این باورشون بوده. جالبه که قوره به نام یونس در میاد، یونس رو صداش میکنن و یونس میگه بله من از اراده خدا فرار کردم، منو بندازید توی آب. به هر حال رو میزن توی آب، همه میدونیم این موقعیت رو که یک کلام خدا میگه یک ماهی بزرگ که احتمال میدن نهنگ بوده، در یکی از گزارش ها الان دقیقا نمیدونم جایی خوندم که نهنگی به اندازه 10 ساعت یک انسان رو در بدن خودش داشته و بعد از اون که اومده بیرون زنده مونده، چون آدرس دقیق این رو نمیدونم، اما برای خداوند این امکان پذیره. کلام خدا میگه سه روز اونجا بود. حالا نمیدونیم، بازم خیلی هم مفسرین بر این باور هستن، چون زمان به روز، به صبح، به ظهر و به شب تقسیم می شده، احتمال داره همون یه روز بوده، ولی اشاره هست، چون عیسی مسیح اشاره می کنه همچون یونس در برابر فریسی ها که اشاره به مرگ و قیامش هست 3 روز، ما بیشتر به این تفسیر باور داریم که داره اشاره می کنه همون گونه که یونس در شکم اون ماهی بزرگ زنده آمد بیرون، من نیز 3 روز می میرم و قیام می کنم. برمیگردیم به موقعیت یونس. یونس وقتی که از دهان اون ماهی میاد بیرون، میره با بیمیلی، بازم چون میلش نبوده، ولی میره مسافت ها را میره تا میره این خبر خوش رو میده که به اونها، شما هلاک خواهید شد، اما خبر خوشه، چون دلیلی خواهد شد که اونها توبه کنن، و چون توبه میکنن خداوند اونها رو اجازه نمیده هلاک بشن. حتی پادشاه میگه لباس خود رو درید. ولی یونس هنوز درک نمیکرده. خیلی از ما هستیم، عذر میخوام ازتون، عذر میخوام. خیلی از ما هستیم متاسفانه این گونه فکر میکنیم. تصورمون بر این هستش که فلانی اصلا حرفشو نزن، این اصلا لیاقت نجات رو نداره، اونقدر اسیر گناهه، بابا اصلا میگه خدا وجود نداره، یا فلانی اونقدر متعصبه مثل یک داعشیه، یعنی این نجات پیدا میکنه. یه روز خداوند با قلب من صحبت کرد، گفت نجات سلیقه‌ای نیست، چون شخصی که الان یکی از مبشرین خوب ایران هست، اسمشو نمیخوام بگم، و زندگی بسیار بدی داشت و از دوستان من شده بود توی محیط کار، وقتی که اومد من گفت این کتاب مقدس رو به من بده که من این کتاب مقدس رو توی مسیری که دارم میرم برای مسافرت ساعت هست بخونم، تو دلم گفتم که اصلا این لایق این کتاب نیست. گفتم نه، این کتاب من نمیتونم. البته بهش گفتم کتاب انبیاس، و ایشون زمانی که من بهش گفتم، گفتم حرف بد زد، کلا زبانش اینجوری بود، رفت روح القدس منو مرزم کرد، گفت نجات سلیقه‌ای نیست. گفتم خب من یکی از انجیلایی که دارم، تعدادی انجیل همیشه میذاشتم برای بشارت، یکی از این انجیلا رو میدم به. گفت نه، خود کتاب مقدس تو با احترام میری بهش میدی. و من رفتم محل کارش، همین گونه اسمش صدا کردم، گفتم معذرت میخوام، من این کتابو بردم. گفت آه، میدونستم میترسی آخر میای میدی. کلا اینجوری بودش.
و منم اون کتاب بهش دادم. هفته بعد اومد، من همش دلهوره داشتم این حالا بره منو لو بده، چون زندگی خیلی بدی داشت این شخص و بیاد مسخرم کنه. ولی بهش گفتم فقط انجیل رو میخونی، گفتم عهد عتیق رو نخون. گفت باش، قول به من داد. وقتی که ایشون برگشت، آنچه که میگم این حقیقت، ایشون با یک مسافت 2-3 متری اینجوری ایستاد، گفت سلام آقای هدری. گفتم یه چی شد، آدم شدی؟ چون این موقع سلام نمیکرد، با حرفای زشت وارد محیط کار من میشد. نه محیط کار من، با بقیه هم همینطور بود. گفتم چی؟ گفت واقعا دارم سعی میکنم، این کتاب داره منو آدم میکنه. بعد گفتم بیا تو ببینم. بعد که اومد تو گفتم چی شد، خوندی انجیلو همشو؟ گفت کل انجیلو خوندم. گفتم کلشو؟ گفت تمام روزهایی که من رفته بودم مادرم رو ببینم شهرستان، فقط اینو میخوندم و اشک میریختم. بعدم اشک ریخت. گفتم آخه تو این کتاب اینو میگه، اینو میگه، میگه مسیح پسر خداست. گفت البته که مسیح پسر خداست، پس تو پسر خدایی. این کلمه‌ای که من گفته دارم میگم. ایشون قلبش رو مسیح داد، توی شهرستانش موفق شد، ده ها مثل خودش ایمان آوردن، الان گروه بشارتی قوی توی ایران هستن. و باز یه خاطری از ایشون دارم، برادر ایشون اومد و من گفت آیه دارید خیلی ممنون، داداش من رو شما به حال از مسیح گفتی، الان یعنی خیلی خوبه، ولی همش داره این برابر حرف میزنه. بعدم تابلو ان. گفتم تابلو چیه؟ گفت واقعا ریش پروفسوریش. گفتم چه ربطی داره؟ گفت واقعا میگه این که کشش وارتان عزیز اون موقع ریشش پروفسوری بود. گفت این میگه من به خاطر کشیشم ریش پروفسوری داره، منم ریش پروفسوری بودم. اینا یه گروه شدن تو شهرستان ما، همه ریش پروفسوری دارن و همه فهمیدن اینا مسیحی هم که ریش پروفسوری میزنن. برانی خاطره بود که الان از ذهنم گذشت. و این رو بدونیم، نجات سلیقه‌ای نیست. این خبر خوش نجات رو باید به دیگران بدیم. اگر خبر خوش نجات رو به دیگران ندیم، این رو بدونیم عزیزان، ما اجازه دادیم دیگران هلاک بشن. این امیدی که من و تو داریم فقط مال خود ما نیست، برای دیگران نیز هستش. پس خواهش میکنم زندگی تو امروز چک کن، موقعیت زندگی تو ببین، آیا حقیقتا این مجال رو میدی برای نجات دیگران یا نه. بریم با هم دیگه رومیان 15:4-13 رو بشنویم. اگه میشه لطفا لامپای وسط رو روشن کنید، ممنون میشه. رومیان 15:4-13. پس این امید رو به ما داده تا ما این امید رو چیکارش کنیم؟ یکی به من بگه امید رو ما، یک بار دیگه بخونیم لطفا اگر ممنون میشم. بسته است، ببخشید میکروفون بسته است. یاسر جان ببخشید، میشه روبن جان نیستن؟ پس بلند بخونید لطفا. مرسی. خب پیروی ما، یکی از پیروی های ما و پیروی کوچک ما همینه. اولین پیروی ما این هست که میگه بروید و قوم ها را بشارت دهید. دیگران را بشارت بدیم. متاسفم بعضی موقع به طرف میگم خب الان تو محیط خوبی هستی، خبر خوش نجات بده. میگه نه، من منتظرم تو خدا من بگه. خدا به تو گفت در متی 28:19. دیگه چیه؟ کجا منتظر هستی؟ برای شخص، برای اون افراد دعا کن و به هر روشی بتونی خبر خوش نجات رو بده. یه روز مولا نصرالدین سوار بر الاغش بود، یک دفعه الاغ جوپا میزنه اونو پرتش میکنه پایین. وقتی میندازه پایین بلند میشه سر الاغو میبوسه، میگه تشکر میکنم، ممنون. مردم میگن ای بابا این تو رو پرت کرد پایین، حالا ازش تشکرام میکنی؟ میگه آخه جایی پرتم کرد که دقیقاً همونجا باید من میمدم پایین و کار داشتم. مگه میشه ما به عنوان فرزندان خدا یه دفعه خدا بگه حالا برو به این بشارت بده، حالا برو به کجای کلام اینو نوشته؟
کلام خدا میگه بروید و خبر خوش نجات رو به دیگران بدید. اگر این خبر خوش نجات ما به دیگران ندیم، از این اتفاقایی که الان برای ارمنستان داره پیش میاد، که آذربایجان به بهانه اون زمین میخواد اونجا حمله کنه و قره‌باغ رو بگیره، عزیزان بسیار پیش خواهد اومد. همون گونه که داعشی ها اومدن، علت اینکه داعشی ها میان، علت اینکه اسلام که از طرف خدا نیست، این همه میتونه زور بگه به مردم دنیا و و و باورمندان دیگه اگر چنین کاری میکنن، علتش اینه که ایماندارها در بشارت ضعیفن، کلیساها ضعیفن متاسفانه. شاید من به عنوان یک خادم بسنده کردم به طور خاص در این دوران قرنطینه به تلویزیون، به فیسبوک نگاه من به آماره. چند نفر منو میبینه؟ چند تا بیننده من دارم؟ فراموش کردم من احتیاج به یه بیننده دارم و اونم خداست. خدا باید منو ببینه. من برای این موضوع خودم توبه کردم، توبه کردم، چون گویا فراموش داریم میکنیم بینندگان برای ما مهمتر از بیننده خداست. 2 میلیون منو ببینن، 10 میلیون منو ببینن، ایران منو ببینه، وقتی خدا منو نگاه نمیکنه به چه درد میخوره خدمت من و زندگی من؟ و کلام خدا داره این رو به ما میآموزه که به توسط کلام خدا این امید در دل ماست تا این رو به دیگران انتقال بدیم، تا این غیرت در ما شعله ور بشه. بله، آمین. پس این یکدلی خیلی مهمه. روبن جان اگه میشه میکروفون رو بس کن. پس این یکدلی بسیار مهمه. در زمان قرنطینه هستیم. هرگز سرزنش نمی کنیم و کسی هم تشویق نمی کنیم بیاید. سپاسگزار هستم از همه شما عزیزانی که میاید. ولی میدونید نیاز دارید بیاید کلیسا؟ میدونید نیاز به این امید دارید؟ میدونید وقتی دور هم جمع میشید همدیگر رو میبینید؟ خدا میخواد تو رو برکت بده. چون پیش برادر رسول نمیاد. خیلی از دوستان هستن نظر لطفشونه به من میگن برادر رسول ما میایم کلیسا که تو رو حمایت کنیم. خواهش میکنم منو حمایت نکنید، کنار خداوندتون بایستید، کنار مسیح بایستید، کلیسای مسیح رو ساپورت کنید. برادر عزیزم رضا جان که با تمام وضعیت که داره در کمرش فکر کنم یه جلسه نمیاد. رضا جان داره یه جلسه، حتی با کمر درد اومد. یه دست بزنیم، چون واقعا برادر بسیار با غیرتی هستش. باز خورده نمیگیرم، خواهش میکنم، نمیخوام کسی دلش از من برنجه. باور کنید من هرگز نمیخوام. الان تعداد ما اینجا خیلی زیاده، حتی اگه پلیس بیاد شاید دیگه چقدر افراد موندن. ما خیلی هستیم، خدا رو شکر میکنم. اما اینو دارم میگم عزیزانی که خرید میرید، کار میکنید، مهمونی میرید، همه جا میرید، کلیسا نمیایید، نمیدونم به خداوند چی میخواد بگید. این جواب میذارم خود عزیزان بگن. واقعا به خداوند چی میخوایم بگیم؟ خانه خدا رو تنها گذاشتیم از یه قرنطینه در رابطه با ویروس کرونا. بعد چگونه ما ایماندارانی هستیم که تو جفا؟ اگه ما تو ایران بودیم چه کار میخواستیم؟ تو چین بودیم تو اون جفا، تو کره شمالی بودیم میخواستیم چه کار کنیم؟ بله، آمین. آمین. تا تمام ملل جهان همه خبر خوش نجات رو بشنوند. خیلی از باز عزیزان هستن تصور میکنن که چقدر خوب بود عطای شفا داشتن. بعد میگم بشارت میدید شما؟ نه بس من اون عطا رو ندارم. البته بشارت هم یه عطاست، ولی خدا به همه گفته این کار رو انجام بدیم. مثل دعا کردن هست، هفته گذشته درباره‌اش صحبت کردیم. اما این گونه نیستش که تصور بکنیم. ما اولین قدممون بشارته. ما اگر در اولین قدم نتوانیم خوب بایستیم و وفادار نباشیم، چگونه انتظار داریم کارهای بزرگتر خدا به ما بده؟ بله، عطای شفا رو میگیرم. یه بیزینس مثل خیلی‌ها که می‌بینید تو دنیا شروع کردن، یادشون رفته عطای شفا مال کلیساست، عطای نبوت مال کلیساست. عطای شفایی نیست که من برم یه جای ساختمون بگیرم همه تو صف پایستید شفاتون بدم. خیر
خبر خوش نجات باید به گوش مردم برسه. خداوند عطای شفا رو میده تا مردم نجات پیدا کنن، نه مردم بیاد مثل فالگیره نبوت بشه براشون. مال کلیسای مسیح هست که کلیسای مسیح برکت بگیره، ملکوت خدا برکت بگیره. به شخصی که فرمانده فرماندار بزرگی بود، یک کسی رسید و بهش گفت شما چگونه به این مقام و به این پوزیشن رسیدید با توجه به اینکه یه پینه دوز بودی، یه کفاش بودی؟ و اون شخص میگه بله، من یه کفاش خوب بودم. اگر ما یک مبشر خوب باشیم، عطایای دیگه هم هست، خدا بهتون داده، از این در این مسیر استفاده میکنید. اما وقتی که متاسفانه تمرکز ما درست نیستش نسبت به اراده خدا، خدا چگونه میتونه به من و شما مسئولیت‌های بزرگی رو بده؟ بله. آمین. 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 میگه تمامی قوم ها. آمین 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 آمین. هست بازم آیات؟ بفهم. و اشعیا نیز میگوید ریشه یسا خواهد آمد و او برای حکومت بر ملت ها می آید. پس این پیشگویی بوده که در گذشته بوده، و اگر گوش به گوش نمی رسید چگونه مردم نجات پیدا می کردن؟ همین هم که امروز من و شما ایمان آوردیم به خاطر غیرت کسانی بود که خبر خوش نجات را دادن. جلال از آن خداست. اگر خدا از من استفاده نمی کرد و حتی من به خدا می گفتم نه، خدا می گفت، من می گفتم نه، من می گفتم روبن جان بیا برای پرستش، روبن می گفت بابا بس خستم دیگه بابا سر کار، راستم می گفت. یه مدت هم که خب ایشون سرطان داشت ولی خدا شفاش داد، اما با غیرت ایستاد، خدا شفاش داد، اومد. امیر جان شما کلاس بذار، نه من نمیرسم. یاسر جان، پرویز جان، حرام جان، وقتی هر کسی رو من صدا میکردم به من نه و نو میگفتن، خب تمام میشد دیگه. کلیسایی نبود که خیلی ها تو این کلیسا بتونن نجات پیدا کنن، خیلی ها تو این کلیسا شفا بگیرن، خیلی ها تو این کلیسا رفع مشکلاتشون شد، خیلی ها تو این کلیسا اقامت این سرزمین رو گرفتن. آیا آنچه را که انجام شد بد بود؟ همه چیز به نیکویی بود، اما همه اینا از غیرتی اومد. همه ما فکر میکنم بونکر رو بشناسیم، یک مبشر آلمانی هستش که وقتی خداوند بعد از تحصیلات به بونکه میگه که بلند شو برو آفریقا، بونکه میگه من نمیرم. خدا میگه میرم، رفت نفر سوم میگم. ولی وقتی که بونکه میشنوه صدای خدا رو که میگه میرم به نفر سوم بگم، توبه میکنه و میگه من میرم. بونکه میره آفریقا، شروع میکنه جلساتی گذاشتن، جلساتش 30-40 نفر بیشتر نمیمدن و اونجا یه خدمتی داشته، ولی چون این غیرت خدا بهش داده بوده، میره یک واعظ خیلی معروف رو صدا میکنه و از اون که عطای شفا داشته و یه جای بزرگی رو میگیره، میگه اعلام میکنه تمام مریض ها بیان اونجا. و توی آفریقا هم که تا دلتون بخواد مریض و اینا افرادی هستن، کورن، ناشنوا بودن به طور خاص در اون سالهای گذشته. و وقتی که این شخص میاد، همه جمع شده بودن که جایی برای نشستن نبوده، یه دفعه واعظ میگه خدای من میگه اینجا صحبت نکنم و من میرم. اون که میمونه، اون میره و با اون که میره دعا میکنه و شروع میکنه اون غیرتی که خدا بهش داده بود اما هیچ موقع ازش استفاده نمیکرد، نگران بود. همون غیرتی که خدا به شما داده، همون عطایی که در وجود شما برای بشارت دادن هست، اما ممانعت میکنید، نگرانید، میگید من نمیتونم. شما نیستید، خداست در شما که عمل میکنه. بونکه اونجا مجبور میشه، دعا میکنه و بعد اعلام میکنه کورها بیان، کرها بیان، و ده ها آفریقایی اونجا شفا میگیرن. بونکه رو خداوند اونقدر برکت میده که در نیجریه در سال 2000 1,000,000 افراد تو یک سمینار میشینن گوش میکنن و ده ها افراد اونجا قلبشون رو مسیح میدن. و زمانی که فکر کنم 1 سال هست بونکه در حضور خداوند رفته، وقتی که آماری که گرفتن بالای 50,000,000 نفر که اکثرا آفریقایی ها بودن به مسیح ایمان آوردن.
آمین. میتونید در جلال خدا دست بزنید. خدا میخواد از من و تو این گونه استفاده کنه. شما میدونید نیجریه تحت کنترل نظام اسلامی جمهوری اسلامی هم هست. شیعه ها رو اونجا خیلی تقویت کرده و خودمون که خیلی در جفا بوده. کلیساهای مسیح اونجا در جفاست. ولی ایستادم. تشویقتون میکنم. اعضای کلیسای پرستش مسیح. عزیزانی که روی فیسبوک هستید، روی اینستاگرام هستید. اگر میخواید ایران آزاد بشه، ایرانی ها رو بشارت بدید. اگر میخواید جهان در امید و امنیت قرار بگیره، بشارتشون بدید. خبر خوش نجات رو بدید. انسانی که آزاد میشه سرزمینش آزاد میشه. انسانی که در بند هست نه خودش نه خانوادش نه سرزمینش آزاد خواهد بود، بلکه اسارت پیوسته با او خواهد بود. بله. و امید ملل بر او خواهد بود. خدا که سرچشمه امید است، شما را به وسیله ایمانتان چنان با شادی و آرامش کامل پرسازد. آمین. که با نیروی روح القدس امید شما روز به روز بیشتر شود. آمین. روز به روز بیشتر شود. هللویا. کلام رو میخونی در رازگاهان، در حضور خدا هستی، شب قبل از خواب تقدیس کن. این قانون شریعتی نیست، این عشقه، این عشقه. همه آنچرا که کلام خدا ما آموخته رو انجام میدیم، خبر خوش نجات رو میدیم، بشارت رو میدیم، در امید هستیم، امید رو به دیگران انتقال میدیم. جهان در امید خواهد بود. بریم با هم دو نکته رو داشته باشیم. سپاسگزار عزیزان. اگر هرچند میتونید روی فیسبوک هم بردارید، اما ما بورشور مدتی است به خاطر این دوران قرنطینه نمیدیم. نکته اول که مال هفته گذشته بود، برگزیدگان. نکته اول، برگزیدگان خدا با ایمانی پویا حق‌جویان را بشارت میدهند و آنان را به اراده خدا تشویق میکنند تا زندگی امنی داشته باشند. این درس الان روی فیسبوک هست، لطفاً برید ببینید. کمک ما خواهد کرد تا در مسیر بشارت نیز تقویت بشیم. نکته دوم، برگزیدگان خدا با امیدی پویا شکست دلان را تسلی میدن. تمام مردم جهان دلاشون شکسته، هیچ کس رضایت کامل نداره. پس دلهای شکسته رو شما میبینید. پول داره دل شکسته، شهرت داره اما دل شکسته، قدرت داره اما دل شکسته، دل شکسته هستن. دل شکستگان را تسلی میدهند و آنان را به کلام خدا تشویق میکنند تا زندگی شاد داشته باشند. آمین. و این شادی نیز باعث خواهد شد که مردم در سلامتی و امنیت به سر ببرند، باعث خواهد شد که ما رابطه عاشقانه رو نیز بتونیم داشته باشیم. خواهشم این است لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم به آنچه که شنیدید، لطفاً به آنچه که